چی اصلا هی میریم تو اون دخمه؟ من میگم از این به بعد جلسه‌مون رو بالا تشکیل بدیم. خب حالا تو هم واسه دعوا نرخ تعیین نکن. چه دعوایی نیست که الان؟ چی شد خانم مدیر، پیداش کردین؟ کیو؟ مگه رفته بیرون؟ آره از دیشب. اتفاقا من دیدمش داشت میرفت بیرون. فکرم داره میره شامی مامی چیزی بخره. از دیشب از اون موقع رفته بیرون هنوز برنگشته. وا نکنه بالا مالی سرش اومده باشه. خانم سفری جون مگه بچه‌ست؟ چه میدونم بالا. والا این پیرمرد پیرزن و صد پله از بچه‌ها بدترن. ندید دیروز چه داد و بیدادی راه انداخته بود؟ اون بنده خدا اصلا صداشو بالا نبرد. چه داد و بیدادی؟ ایوا، داش سقف ساختمون رو سر ما خراب می‌کرد. اصلا نمیاد تو دفتر که. من که نبودم ولی شنیدم همه رو شسته پنگ کرده رو بند رخت. بعضیام که از مرحله پرتن کلاً. خانم مدیر به بعضیا بگین احترام خودشون نگه. البته اگه بعضیا جلو دهنشون نگه دارن دیگه. خب مهمون اینجا. نه که خودش صاحب خونه. ای بابا دست شما دوتا، یا بگین آروم بشین یا بریم بیرون دعواتون رو با هم دیگه بکنین. نمیشه که هر دفعه هر جا میرین دعوا رو بندازین با هم. من میگم اصلا زودتر بریم سر اصل مطلب. آره والا از هر چی بگذاریم سخن عشق بهتر است. راستی خانم مدیر شوهرتون با آقای جمشید صحبت کردن؟ نه. وا مگه قرار نبود دیروز با آقای جمشید صحبت کنن؟ خانم اون طرف، آقایون این طرف. وای خانم سفری جون، ما از اون موقع داریم چی میگیم؟ میگیم بعد دیشب که رفته هنوز بر نگشته. وا آقای جمشید که اصلا جرئت نمی‌کردم پاشن از آپارتمان بذارم بیرون. کی اصلا راجب جمشیدی حرف زد؟ بابا مگه جلسه امروز در مورد شوهر دادن خان بهمنی نیست؟ چرا؟ حالا دستور جلسه عوض شده. خب پس کی رفته بر نگشته؟ شوهر خانم مدیر. وا من از کجا بدونم؟ ببین به نظر من باید تو روش درای این مردا همشون عین هم میمونن. اولش ماهی یه روز نمیان، بعد میشه ماهی دو روز، بعد میشه ماهی یه هفته، بعد میشه ماهی یه ماه، بعد میشه سالی یه دفعه، بعد کلا سال به سال نمیان. گفته باشم میشه شوهر نصرت خانم. آفرین. اونم که خود خانم مدیر و شوهرشون قضیهشون رو حل کردن. من میگم اصلا شاید بحران 40 سالگیه، برای اینکه میگن اصلا مردا از 40 سالگی به بعد یک حال دیگه ای میشه. آره دیگه، بعد یادشون میره کلا بیان خونه. نه نه نه، مجید تازه شده 35 سالش. خب شاید سقر سن گرفته، فوتبالیست نبوده شوهره. دیدین هفته پیش 90 و فردوسی پور میگفت یکی از بازیکنهای تیم نسو گل جون، مجید نه فوتبالیسته نه سقر سن گرفته. من میگم اول بگردیم پیداش کنیم. راست میگه ملوس، اینجوری یه طرفه به قاضی رفتن. یعنی الان تو میگی که میترا یه کاری کرده اون قهر کرده رفته؟ نه نه ما اصلا قهر نکردیم، یعنی اصلا حرفی بینمون پیش نیومد. تو به من بگو آخرین حرفی که زدی چی بود که این از در گذاشت رفت بیرون؟ آخرین حرفی که زدیم من داشتم راجع به تصمیم جدید هیئت مدیره همین داستان ازدواج خانم بهمنی و آقای جمشیدی صحبت میکردم که یهویی مجید گذاشت رفت. منم یه بار با شوهرم همین ماجرا شد، داشتم واسش تعریف میکردم که نیکی چه بلایی سر خانم بهمنی آورده، اصلا میخواست شوهرم سر بذاره به بیابون. بابا تو رو خدا اینقدر پیازداغش رو زیاد نکنی، این بیچاره به اندازه کافی قاطی هست. نه میترا نکنه فهمیده داره پدر میشه این حال شده ها؟ بهش که گفتی؟ نه نه من هنوز نگفتم. آره همونه. چیه؟ دردش همونه. بیشتر مردا وقتی میفهمن که میخوام بابا بشن اصلا اخلاقشون کلا زیر و رو میشه. آقای سفری هم همینجوری بود، در مورد همه بچه ها اخلاقش عوض میشه. بابا این هنوز بهش نگفته که. وا مگه کوره؟ از ریخت و قیافه خانم مدیر میفهمه بچه تو راهی داره. اینجوری هم نیست، این چیزها رو ما زنا خوب میفهمیم. من خودم 6 ماه باردار بودم، شوهرم فکر میکرد باد پیچیده تو دلم، هی چای نباد بهم میداد، هی چای نباد بهم میداد. شوهر تو خدا بیامرز خنگ بود. خدا بیامرز. خدا بیامرز. خدا رحمتش کنه. بد کردیم ولی این نیکیه رو انداختیم بیرون. بابا با اون نامه نگاری که اون دفعه اون کرد. ای بابا الان موضوع نیکیه یا پیدا کردن شوهر خانم مدیر؟ اگه نیکی بود الان میگفت شوهر کجاست. وا مگه کفبینی بلده؟ من که میگم همین خرافات به خدا. ولی میدونی چیه، این نیکی یه روده راست و شکمش نیست، اصلا نمیشه به هیچ حرفیش اطمینان کرد. آره ببین دروغ میگه ها، دروغ زیاد میگه، ولی واسه خودم هم اتفاق افتاد دیگه، شوهر رو پیدا نمیکردم، بعد زنگ زدم به نیکی گفتم نیکی من شماره تلفن شوهرمو بهت میدم، تو شماره رو بده به شوهر خودت یه جوری اینو پیداش بکنه. دقیقاً اونم همین کاری که شوهر تو 3 دقیقه شوهر منو پیدا کرد. دقیقاً گفت کجاست، چیکار میکنه، تو کدوم شهره؟ کجا بود حالا؟ خونه خواهرش. با خواهر قهر بودم، جرئت نداشت باشه بره اونجا، دزدکی راه میافتاد. راستی تو به خواهرش زنگ نزدی؟ شما از کجا میدونی مجید خواهر داره؟ ها؟ خب من خودم خواهر دارم، تو خودت خواهر داری، هممون خواهر داریم دیگه. یه خروس بی محل اومد. ببخشیدا خوش اومدی. باز این بی موقع پیدا شد. میچه یه خود به خودت برس. ای کت میچه بول میشه. دیدی گفتم نگران نباش. خدا حافظ. ببخشیدا.
تو کجا؟ پایین کار دادم. تو بیا. مجید خوبی؟ خوبم میتونم میرم بخوابم. نمیری سر کار؟ نه. مجی. بله. خدای نکرده مامان طوری شده؟ تو اصلا دیشب اونجا بودی؟ پس تو رو خدا بهم بگو چرا اینجوری میکنی؟ من کاری کردم چرا میشه تنها بذاری؟ لطفا فقط یه چیز دیگه، به خاطر خانم بهمنی ناراحتی؟ فهم خوام تو خودم باشم لطفا. پس من میرم دفتر ساختمون که راحت بشی. پس با این اوصاف این آقا عاشق شده. ملوس راست میگه، برادر من یه ماه همش شده بود کارش گریه زاری و قصه، بعد فهمیدیم عاشق دختر همسایه‌م شده. خب چرا نمیومد دردش رو به شماها بگه؟ چی بگم؟ بابا باش شرط کرده بود تا وقتی که تکلیف سربازی و کارش معلوم نشده حق نداره از ازدواج حرف بزنه. اونم که خب نه سربازی رفته بود نه کار درست حسابی داشت. میترا جان، میترا جان، آقای مرادی رفتن سربازی؟ خب البته که مانعی نداره سر راهش آقای مرادی، البته اگه عاشق شده باشه معلوم نیست که. مانعی نداره؟ پس خانم مدی وسط چغندره؟ بچه ها بس کنید، من به مجید مطمئنم. همین دیگه، بدبختی ما زنها همینه، همیشه مطمئنیم تا وقتی که گندش در بیاد. هیچی بهت نگفت؟ نگفت که چرا تلفنش رو جواب نداد؟ اصلا حرفی نزد؟ دیروز از در که اومد رفت دست و روشو شست گرفت خوابید. همونه پس دیشب برنامه نیست تا صبح کجا بوده. اما از همون اول که اومد تو من فهمیدم. ببین من میگم من بریم سراغ نیکی. بابا نیکی دیگه چرا؟ الان دیگه میدونیم کجا. نمیدونیم دیشب کجا بوده که؟ نه نه، من اصلا دلم نمیخواد بدون، دلم میخواد بدونم کجا بوده، ولی واقعا ترجیح میدم خودش بهم بگه. خودش بهت میگه. میکی میره پرسجو میکنه، پیدا میکنه. نه. بعد تو ازش میپرسی ببینیم راست میگه یا دروغ. نه نه میخوام بپرسم. نه 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 بچه ها واقعا نه، دلم نمیخواد، مثلا دوست ندارم با شرک و شبه زندگی کنم. ببخشید میترا جان. میترا جان چاییت؟ ای بابا نمیشه بهش بخواه چه شده ابرو؟ نه بچه ها، من میگم این وقتی نمیتونه شوهرش رو اداره کنه چجوری میتونه این ساختمون رو اداره کنه؟ من میگم دوباره رای گیری کنیم واسه خانم مدیر. خانم سفری این چه حرفیه؟ مگه تا الان نتونسته اداره کنه؟ همه تون یادتون رفته قبل از اومدن خانم مدیر این ساختمون چه وضعی داشت؟ آقا من میگم یکی دو روز صبر بکنیم، این اگه نتونه از شوهرش حرف بکشه خودش استعفا میده میره. البته اگه شوهره تا موقع خونه نندازتش بیرون. شماها واقعا ببخشید ولی همتون خیلی بیرحمی. ما بیرحم نیستیم، زندگیه که بیرحمه. آفره. اصلا تا اطلاع ثانوی جلسه هیئت مدیره برگزار نمیشه دیگه. با شارژو که میگیره؟ حالا تا شارژ یه ماه مونده، تا اون موقع تکلیف خانم مدیرم مشخص شده. ببین من میگم نکنه پول مولی دستشون مونده باشه، فردا تقی به توقی بخوره از هم دیگه جدا بشن، تکلیف این پولا روشن باید باشه دیگه. ببین وقتی میگم شماها بیرحمی، فقط یه شب، یه شب شو جوونی بی تجربه، یعنی منظورم که هنوز ازدواج نکردی، وارد خونه زندگی نشدی، نخوردی نون گندم، ندیدی دست مردم، اما همه این طلاقا در به در یا آوارگی ها از همین یه شبا شروع میشه. ببین کی بهت گفتم اینو. راست میگه، راست میگه. ببین مثلا شوهر خود من این کریم میگه یادش دیگه. ببین مثلا یه شب نمیومد خونه، بعد دوباره یهو یه هفته نمیومد خونه، بعد یهو یه ماه نمیومد خونه، بعد یه ماه من
سلام. دست شما درد نکنه. چقدر شد؟ حساب شده. کی حساب کرده؟ من خودم سفارش دادم. نمیدونم، به من گفتن حساب شده. باشه. با اجازه. سلام آقای گل بداغی. من مرادی هستم. بله رسید، خیلی ممنون، عالیه. فقط من یه سوالی داشتم. ببخشین از من پول نگرفتم، میخواستم ببینم کی حساب کرده. اگه لطف کنی ممنون میشم. بله من خودم شماره همسرشونو دارم. بله تماس میگیرم. خیلی ممنونم، متشکرم، چشم، خداحافظ. مجید جان، آقای مرادی بیدار شدی که شب شده. پاشو پاشو تنبل خان، بیا بریم شام بخوریم. میل ندارم میتو جان، خود بخور. حتی اگه میلم نداری باید با من بیای سر میز. میتو جان خودت بخور دیگه، نوش جونت. میخوای برات بیارم اینجا؟ نه عزیزم، حداقل برگرد. مجید سلام. سلام، مهمون داریم؟ نه با که حرف میزدی؟ من سفارش هم آورده بودن جلیده، من فکرم خوابی. خواب بودم. پاشه بگاریم غذا یخ کنه از دهن میافته. بفرمایید. چه خبر میترا؟ شما اول بفرمایید، شامتون رو بخورین بعد من خبرش رو میگم. تولد تو که نه. من که مهر ماهیم، تو هم 28 اردیبهشت. تولد نیست. سالگرد عقد و عروس اونم نیست. اون که با تولد تو مجید، بیا بشین. تا نگی چه خبره نمیشینم میترا. اینقدر ازت پذیرایی نکردم، فکر میکنی حتما باید یه خبری باشه. بیا بشین. گل از کجا؟ خودم سفارش دادم. آها راستی، آقای فرزانه با آقای گلبداغی سفارش داده. از این به بعد هر وقت ما گل خواستیم بزنیم به حسابم. پس از این بعد به گلبداغی سفارش نمیدیم. منم به خانمش همینو گفتم. البته ازش زنگ زدم تشکر کردم، گفتم یه کاری نکنیم ما زنگ بزنیم یه گل فروشه دیگه. خانم گلبداغی؟ خانم فرزانه. بی بشین. باش خوابتون رو بدیم، من براتون بکشم. هر وقت کافی بود بگو. بس بس بس، خیلی حالا من قشنگ شدم. چیه؟ میگم راستش خیلی وقت بود دنبال یه فرصت میگشتم یه چیزی رو بهت بگم. اصلا چه خوب شد امروز نرفته سر کار. دیگه نمیرم. دعوت شده؟ نه. چیه مجید؟ نکنه به خاطر اون 10 میلیون قرضه؟ نه، اونو که گذاشتن پای پاداشم. پاداش چی؟ یه سو استفاده 200 میلیون تومانی تو پرونده ها پیدا کردم. طبق قرارداد 5% مبلغش پاداشم. خب پس چرا میگی دیگه نمیرم؟ خب من اونم خونه نگاهت کنم. بسم الله. فکر کنم دستم ناراحتی؟ ناراحت که هستم، یعنی
بیشتر از دست خودم ناراحتم. فکرم حتما من یه کاری کردم که نتونی بیای با من درد و دل کنی. بری خونه مامانت اینا. بخور، شامتو بخور، میخوام بهت کادو تو بدم. کادو؟ بله، کادو. کادو چی؟ یه کادو که حالا شمسو بخور. میشو من تو؟ هیچی حالا شمسو بخور. آخه تو با اون قیافه نشستی روبروی من غذا از گلوم پایین میره. من میرم تو که تو غذا تو راحت بخوری. وا مجید، مجید چی شد؟ کوفتم کردی چی شد؟ من میخواستم تو راحت شام بده. نه یه جلو نمیخواد من راحت شام بده. کمکت کنم میتونم؟ برم. نه یه جلو خواهم کمکت کنم. میخوای کمک کنی برو اونجا رو خاک انداز رو برده بیار. میگم نه یه جلو بده من. چته مجید؟ بشین بهم بگو چته. بهت میگم بشین. مجید جان ببخشون که صدامو بردم بالا، ولی آخه من دارم دیوونه میشم. بگو چته. چرا فقط نگاه میکنی؟ نگاه هم نکنم. چرا؟ یعنی چی؟ میدونیم. بشین شام تو بخواهد میگم. من شام نمیخورم. بگو شام تو بخور میگم. فرض کن من شامم خوردم، لطفاً بهم بگو. میترا دلم خود باور کنی چیزی که بهت میگم به خاطر خودت. خب؟ من باور میکنم. بگو. و اینکه تصمیم خودمه. همین که از زبون خودت بشنوم خوبه. بهم بگو. میترا ما باید از هم جداش. چی؟ باید جداش. خب حالا نوبت من. نوبت توه؟ تو چیزی که میخواستی و گفتی. حالا نوبت منه که بگم. میشه اصلا شنیدی من چی گفتم؟ گفتی باید از هم جداش. و تو نه عصبانی نه ناراحتی؟ شاید اگر هر شبی غیر از امشب بود هم عصبانی می شدم هم ناراحت، ولی امشب نه. من نمی فهمم امشب چه خبر. میترا بازش. میترا من دارم به شما میگم اصلا باید جداشیم. من کادو میدی؟ من مطمئنم اونو بخونی نظرت عوض میشه. بازش کن. آزمایش. من میدونستم خوشحال میشی ولی دیگه واقعا نمیدونم. میترا این هیچی عوض نمیکنه. میترا ما باید جداشیم. این هیچی عوض نمیکنه. ببینمت. خودتی؟ خودم. من اصلا نمیفهمم چرا اینجوری میکنی. امروز هزار تا حرف و حدیث شنیدم برو خودم نیوردم. با هزار تا بدبختی رفتم خرید کردم اومدم بهترین میز شامو برات چیدم که بهترین خبری که آرزوشو داشتی بهت بدم. بعد تو از طلاق حرف میزنی؟ میترا من دارم از حق قانونی استفاده میکنم. از این ناراحتی؟ اون مصمم ترم کرد. من اصلا نمیفهمم. مگه همه این 5 سال خودت آرزو نداشتی که بچه داشتی؟ من بودم که مخالفت میکردم. الان که آرزو داره برآورده میشه؟ میترا تو نمیتونی نظر من عوض کنی.
من میخوام بدونم کی چی به تو گفته که هیچ کسی چی نگفته میترا. من دیشب حتی خونه مامانم هم نرفتم. تو دیشب خونه مامانت نرفتی؟ به جون تو نرفتم. جون من؟ جون من الان برات عزیز شده؟ به جون مامانم نرفتم. دیشب کجا بودی؟ تو خیابون راه میرفتم، داشتم فکر میکردم. فکر میکردی؟ تنهایی فکر کردی به این نتیجه رسیدی؟ چون تو هنوز من شک داری؟ نه من دیگه بهت شک ندارم، مطمئنم. برو بیرون. کجا؟ برو بیرون. درم ببن. شب. اگه برات مهمه. معلومه که مهمه. تا نگی کجا میری نمیذارم از در بیرون. میترا کجا رو دارم برم؟ دارم رفتن خواهر. خیلی خوب ساعتو نگاه کردی این وقت شب؟ اصلا میخوام برم. میخوای چیکار کنی؟ میخوای طلاقم بدی؟ میترا صبر کن برات آژانس بگیرم. میترا نمیخواستم همسایه‌ها بفهمن چی شده. مگه چی شده؟ کجا داری میری؟ این همه رو منو آوردیم پایین که ازم سوال کنیم کجا دارم میرم؟ گفتم که در و دیوار این خونه عایق صوتی نیست. خب اگه عایق صوتی نیست که باید بدونین من کجا میرم. بله میدونم. داری میری خونه خواهرت. فالگوش وایسادی؟ نکن. چیکار نکن؟ نرو. چرا؟ نرو خونه خواهرت. چرا نرم؟ به خاطر اینکه میری اونجا و حال روزتو میبینه، یکی دو تا چیز دیگه میگه، همچی آتیش دلت گر میگیره وقتی که هیچ کاری نمیتونی بکنی. همین الانش هم کاری نمیتونم. چرا؟ چرا الان میتونی؟ تو مردا رو خوب نمیشناسی. امروز با دست پس میزنن، فردا با پا پیش میکشن. ما هم که توپ فوتبالی. شاید بگی فضولم، شاید بگی به من ربطی نداره، شاید اصلا داری تو دلت به من فوش میدی. ولی اب نداره خانم مدیر. نرو. آخه شما نمیدونی. من میدونم. من همه چی رو میدونم. برگشتی خونه، شام درست کردی، گل سفارش دادی، میخواستی خبر حاملگی تو بهش بگی، میخواستی هرچی تو دلشه بریزه برات بیرون. شنیدین که اونم چجوری ریختی؟ حالا من هرچی میگم و تو یه چیزی میگی. خواهرت عصبانی هستی، حق داری، اب نداره. ولی اینا دلیل نمیشه که میدونو خالی کنی. گریه کن. گریه کن آروم میشه. گریه خوب، عصبانیت آدمو کم میکنه، قلب آدمو مهربون میکنه. ولی گریهت که تموم شد، چمدونتو بردار برو خونتو. دبا میگه هم حق و حقوقاتو بهت میدم. آره شنیدم. اصلا انگار من حرفی حق و حقوق زدم. شنیدم. من هنو نشناخته. حالا که اینجوری شد نشونش میده. ده نشد دیگه. گفتم گریه کنی آروم بشی. نگفتم با گریه و عصبانیت تصمیم بگیری. میدونی چه حالی دارم؟ میدونم. خیلی وقتا منم همین حالو داشتم. برگرد خونه ولی نبا گریه و التماس. برو بهش بگو اگه امشب قراره که این خونه بره بیرون اون یه نفر من نیستم. گفتم که مگه اون نگفت در دیوار اینجا عایق صوتی نیست. بله جواب نمیدی. تو خونه ای؟ از چه گوشی تو جواب نمیدی؟ جا گذاشته بودم. خب
خوب شد برگشتی، نگران شدم. مگه هنوز برات مهمه؟ هنوز که ازم جدا نشدی میترا. من قصد ندارم ازت جدا شم. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی دلیلشو به من نمیگی تو دادگاه قطعا مجبوری توضیح بدی. میترا خواهش میکنم نذار کار به دادگاه بکشه. پس بگو چرا جدا شدی. میفهم تا بهم نگی چرا من هیچ وقت ازت جدا نمیشم. میترا همه چی مال توئه. منم فردا میرم به سالار میگم قرارداد اجاره اینجا رو بزنه. بس صبحونه اون نهار نخوردم، ضعف دارم، میخوام غذا بخورم. میترا میترا نمیخوای از من جدا شی؟ چرا؟ من که از این خونه نمیرم بیرون. اگه میخوای تو برو. اگه جایی هم نداری بمونی میتونم کلیدهای دفتر پایینه بهت قرض بدم. منتظر اینی؟ بله در و دیواره یه خونه آقایی هم نیستی. داخل بیا میترا. چیه؟ در رو ببن ببین در و دیواره یه خونه آقایی هم نیست. ما هرچی بگیم همزایی ها میشنون. نه هرچی داره گفتیم هم میشه. نه همشون مجید جان عزیز من به من توضیح بده چیه؟ چی شده؟ میترا نمیتونم بگم. چرا؟ منم دوستتون دارم ولی من سخت‌ترین تصمیم زندگیمو دیشب گرفتم میترا. چرا آخه؟ چرا با من حرف نمیزنی نمیگی؟ میترا بفهم، نمیتونم بگم. ای وقتی پدرت برای اولین بار برگه آزمایش رو دید و از اومدنت با خبر شد نزدیک بود دیوونه بشه. بال رو برده بود. از خوشحالی دور خونه می دوید و داد می زد و می خندید. با التماس ازش خواستم آروم تر باشه. آخه خونه های این زمونه عایق صوتی نیستن. همسایه ها کوچکترین صدای داخل خونه رو می تونن بشنون. برای همین بابات ازم خواست که با هم بریم بیرون. بریم کوه، بیابون. بریم یه جایی که بتونه با خیال راحت با صدای بلند داد بزنه، به خنده و به خاطر اومدنت خوشحالی کنه. من به خاطر تو نرفتم، ترسیدم خسته بشه. الان که دارم اولین نامه رو برات مینویسم روی میزم همون دست گلو گذاشتم، شمع رو روشن کردم تا حس و حال اون لحظات به خوبی برام تداعی بشه. پدرت دو سه ساعتیه که رفته، احتمالاً الان رسیده یه جای خلوت، یه جایی که راحت بتونه بخنده و اومدنتو جشن بگیره. خوش به حالش که میتونه داد بزنه و بگه که چقدر از اومدنت خوشحاله. تو این دنیا آدم‌های زیادی زندگی کردن و زندگی می‌کنند و خواهند کرد. اما به جرأت می‌تونم بگم که کمتر کسی تا حالا بوده که توی تمام عمرش دچار سوء تفاهم نشده باشه. نمی‌دونم کجا خوندم یا شنیدم که بزرگی میگه دنیا پر از سوء تفاهم و زندگی یعنی برطرف کردن اونها. خب زنگ بزن بهش دیگه. زنگ بزنم چی بگم؟ تو لازم نیست حرف بزنی. زنگ بزن اون خودش شروع میکنه به حرف زدن. خب اگه اصلا خبر نداشته باشه چی؟ خبر نداشته باشه، من که میگم سرچشمه همه این اختلافا برمیگرده به همون مامانش. نه بابا، اگه خبر داشت تا الان 100 دفعه پاشده بود اومده بود اینجا. هرچند اصلا آدرسمون رو نداره.
یعنی چی؟ یعنی از موقعی که اومدین تو این ساختمون بهتون سر نزده؟ نه مریم، مامان مجید پادرد شدید داره. تا الانم که ما آسانسورامون خراب بود به خاطر همین نمیمد. بعدشم تا قبل از این مجید ماشین داشت، میرفت دنبالش میآوردتش، الان دیگه ماشین نداره. بهونه‌اش هم پیدا شد. اصلا همین بهونه زنگ بزن دعوتش کن خونه‌تون. میگم مجیدو الان کجا پیدا کنم؟ لازم نیست که بابا فوقش یه زنگ میزنه آژانس دیگه. زنگ بزن. ببین از همون جواب سلام اول معلوم میشه خبر داره یا نه. چرا من اینطوری نگاه میکنی؟ مریم. بله. تو چرا تا الان ازدواج نکردی؟ چه میدونم؟ کسی نیومده. البته کسی که سرش به تنش بیارزه. چند سالته؟ چند سال میخوره؟ 18. نه خیر، 34. بس دیگه وقتش عروس شی. حالا بذار اول تکلیف طلاق شما معلوم شه، بعد تکلیف عروسی بندرم مشخص میکنی. بهت برخورد؟ نه بر نخورد، ولی باور میکنی باید به 70% آدم ها توضیح بدم که من چرا شوهر نکردم. ببخشی، من واقعا نمیخواستم فضولی کنم، فقط برام عجیب بود دختر به این قشنگی، با سوادی، خوبی، مهربونی چرا تو الان با هم مونده باشه خونه مامانش؟ بالا ما میبینی پشتم در اومده. شاید برای اینکه هنوز مامانش منو ندیده. زنگ بزن دیگه. ذلیل بشی الهی، به زمین گرم بخوری. الو. فکر کنم خیلی خبر داشت. یعنی مجید بهش چی گفته که اینجوری کرد؟ به کی؟ به مامانش دیگه. کیه؟ مامانش. جواب بده. بیا تو جواب. من چی بگم آخه؟ تو همین یه دقیقه بگم برای چی زنگ زد؟ الو. سلام عروس خوشگلم، چه عجب یادی از ما کرد. سلام مامان جون، خوب هستی شما؟ از احوالپرسی های شما. ببخشید من این مدت همش درگیر اسباب کشی بودم، نتونستم حالتون رو بپرسم. حالا خوب هست؟ کی؟ این خونه جدیدتون دیگه؟ آه بله، بهتر از قبلی است. تو رو خدا ببخش، تو این اوضاع احوال باید می اومدم کمکت، اما این پادرد امونم رو بریده. نه بابا شما ببخشین، ایشالا بهتر میشین. من تو این مدت وقت نکردم بهتون سر بزنم. بازم این طرف ها پیدات بشه دودمان تو به باد میدم. چی شده مگه؟ هیچی بابا، با این ور پریده بودم. صبح یه تیکه مرغ از فریزر گذاشته بودم بیرون که یخش آب بشه، اومده خورده. حالا یکی دیگه گذاشتم بیرون، باز اومده هی دور حیات چرخ میزنه. پشته مجید کجاست؟ مجید بازم به معرفت تو، اون که الان یه هفته است حتی یه تماس درست حسابی هم نگرفته. دیروز زنگ زدم به موبایلش خاموش بود. اونجاست حالا؟ الان که نه، الان سر کاره. پریروز زنگ زد گفت میخواد بیاد اینجا، اما هرچی منتظرش موندم نیومد. پریروز یعنی؟ طوری شده؟ نه نه. چطوری؟ پس طوری شده. چه شده؟ تصادف کرده؟ ایوا نه خدا نکنه، این چه حرفیه؟ تصادف برای چی؟ اون روزم که زنگ زد از صداش فهمیدم که یه چیزی شده. اولش فکر کردم بینتون شکراب شده، اما گفت نه، مثل همیشه پشت در اومد. منتها اونجایی هنوز؟ بله بله. اون که راستشو نمیگه، لااقل تو بگو چی شده. هیچی، اصلا مگه باید طوری شده باشه؟ آدرس خونتون رو برام بفرست، برام پیامک کن. برای چی میخوای؟ برای چی؟ خب میخوام بیام بهتون سر بزنم. نه نه نه، منظورم اینه که آخه شما پاتون درد میکنه. مگه میخوام پیاده بیام؟ تاکسی دربستی میگیرم. آسانسور که داری؟ بله بله. میدونم آسانسور داری، منظورم اینه که سالمن یا نه، چون اون دفعه مجید میگفت خراب شده. نه نه الان دیگه یکیش درست شده. نهارم نمیخواد درست کنی، خودم این مرغه رو درست میکنم و میارم. تو فقط دو سه تا پیمونه برنج بذار، فقط آبکش نکنی ها، میدونی که من کته میخورم. بله چشم. مجید کی از سر کارش میاد خونه؟ شب. خب بذاریم برای شب. بخواستم برم یه موقعی میاد که نهار رو با هم بخوریم. نه نه مجید نهار سر کار میخوره، نمیاد. من تا غذام آماده شد یه تاکسی میگیرم و میام. برنج ایرونی که دارین دیگه.
بله بله، همون جوری که دوست داریم براتون درست میکنم. خیلی خوب، من تا نهار خودم رو میرسم. بفرمایید، قدمتون رو چشم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. الان کجا داری میری؟ گفت دو ساعت دیگه اینجاست. منم همینو میگم که پس که میخوای خونه رو مرتب کنی. هیچی تو خونه ندارم مریم، مامانش برنج ایرانی نباشه قوقا میکنه. من میگم زنگ بزنم علی خریده تو بکنه. نمیخواد، فعلا درگیر پیشنهاد اولت. در ضمن مریم، تو همه این مدتی که مامان مجید خونه ماه، کسی در خونه من رو نزنه ها. خدافظ.